لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب معمولا عزيزان شاید متوجه باشند که در هند و در پاکستان و در کل بر صغیر این رسم است که اسم یکی از آینه اگر بوده شود این سواب دیده است. اولین تبرک است و سلوات طبق قول یکی از علمای بزرگ اخلاق که همه تون آشنا هستید مرحوم آیت الله مشکینی خدا رحمت کنه ایشون همیشه میفرمودن که سلوات که ما میفرستیم معنیش اینه که ما از خدا میخواهیم که نعمات و برکات را بر پیامبر ما نازل بفرماید. ممکن است در ذهن ما این سوالی پیش بیاید که پیامبر ما که انسان کامل بودن نقصی نداشتن این که ما بخواهیم درجات ایشون را عالی کن معنیش چیه؟ ایشون که عالی ترین درجات را داشتن انسان کامل بودن افضل مخلوقات بودن ایشون ایشون مثال میفرمودن که وقتی یه لیوان پر از آب باشه اگر ما بازم آب بریزیم طبعا اون قسمتی از اون آب اضافی اون چکش میاد پایین این همین ما وقتی که درود میفرستیم و صلوات میفرستیم و میخواییم از خدا که برکات را بر پیامبر ما نازل بفرماید و آلشون نازل بفرماید معنیش اینه که اونها که انسان کامل بودن وقتی که زرد پر از آبه باز هم روش آب ریخته بشه اون چکش میاد پایین که ما از اون استفاده کنیم البته در مورد صلوات اگر ما حرف بزنیم چندین جلسه میخواد چندین مجلس میخواد بعضی از علمای بزرگ ما اصلا کتاب نوشتن برکات صلوات اصلا کتاب های قطوری نوشته شده در این مورد کما بیش ماشاءالله شما آشنا هستید ما موضوع ما هم اون نیست دیروز یکی از حرفایی که ما اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم اینه که تاریخ فقط مال گذشته نیست و حال ما و آینده ما مربوط به گذشته است و این ارتباط تنگاتنگی داره گذشته، حال و آینده وقتی گذشته یک امر اتفاق میفتد اون تأثیرش در حال و آینده میگذارد و حتی آنچه که حالا اتفاق میفتد و آینده ما که برای آیندگان تاریخ محسوب میشود طبعا تأثیر بسزایی دارد و عرض کردیم که واقعه عاشورا یکی از مهمترین واقعات تاریخ بشریت است نه تنها تاریخ اسلام و نه تنها تاریخ تشیع
بلکه در تاریخ انسانیت و در تاریخ بشریت همچون واقعی اتفاق نیفتاده است. و روایات متعددی ما در کتب فراوانی ما داریم از علمای بزرگ ما، اینا نوشتن که واقعه عاشورا اصلا پیش بینی شده بود. یعنی این نیست که در سال 61 هجری اتفاق افتاد و این اتفاق بود و همچین چیزی نبود. این خداوند متعال این را تدارک دیده بود که همچین واقعی باید اتفاق بیفته تا اسلام زنده بشه. حتی در روایات داریم، یکی از کتب خیلی معتبر و شاید هم همه تون آشنا هستید، خصائص الحسینیه، که این خیلی کتاب معروفی است، در اون نوشته شده است که حتی همه انبیا خبر داشتن از واقعه عاشورا. حتی یکی از انبیا که اسمشون در قرآن هم نام برده شده، میدونید که ما 124,000 انبیا داریم که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، که مرتبهشون و اعتبارشون نسبت به هم دیگر مختلفه. بعضی ها برای قوم خودشون آمده بودند، بعضی ها برای حتی فامیل خودشون آمده بودند، بعضی ها برای زمان خودشون آمده بودند، بعضی ها برای کافتا للناس، برای همه بشریت الى یوم القیامه، که از جمله آن که پیامبر عظیم شأن ما هستند که اون پیامبران را اولو العزم می نامیم. و حتی با بعضی از روایت ما داریم که بعضی از پیامبران برای نفس خودشون آمدند، برای خودشون. و این خیلی سوال برانگیز بود برای ما تا مدتی که این مسئله حل شد که اصلا بعثت یک نبی کی، بعثت یک پیامبری برای خودش، این چه معنی داره؟ معمولا وقتی ما اسم پیامبر را میشنویم و بعثت را میشنویم، یعنی تو دعوت کنه دیگران را، دعوت کنه به سوی اسلام، به سوی خدا، مردم را هدایت کنه. این معنی پیامبر و معنی رسول و معنی نبی ما همچین در ذهن ما هست. و این چه معنی داره که پیامبری مبعوث بشه برای نفس خودش، برای خودش؟ بعد وقتی ما تحقیق کردیم معلوم شد که یک زمانی گاهی وقتا پیش میاد که حفظ کردن ایمان خودش، ما ایمان خودمون را حفظ کنیم و این پایداری نشان بدهیم، این یک نیروی میخواد مثل نیروی یک نبی. در بعضی از جوامع و بعضی از حالات و بعضی از شرایط جوری مهیا میشه که آدم مشکله که ایمان خودش رو حفظ کنه. ما حالا هم میبینیم مظاهر فساد اینقدر زیاد شده، حتی وارد خونه شده. ما کالاها رو میگفتیم هوم دیلیوری که به تا خونه میرسانه. حالا به هر چه فساد است هوم دیلیوری است. شما با یک کلیک میتونید همه فسادها رو ببینید. حتی ما میگیم این اینترنت شده مصداق کامل اما شاکرا و اما کفورا. خدا در قرآن نشان می‌فرماید که اینا هدیناهم السبیل، ما راه‌ها را نشون دادیم، اما شاکرا و اما کفورا. حالا نوبت شماست که شاکر باشید، عمل خوب انجام بدید، عمل نیک انجام بدید، شاکر باشید، یا اینکه کفران نعمت کنید، فساد کنید و کفران کافر بشید. و بعدا ما که خوب هر کی از نعمات ما استفاده میکنه و شکر میکنه، لازیدن نکن لئن شکرتم لازیدن نکن، ما نعمات را اضافه میکنیم. و هر که کفران نعمت میکنه فکر نکنه که اون قدرت داره. ما اختیاری که ما داریم در این دنیا از اون اختیار سوء استفاده نکنه. ما فقط اختیار نداریم، یه وقت ما در شکنجه ما وقتی گرفتارش میکنیم او وقت میفهمه که ما قدرت ما چجوریه. ما یه وقتی میاد ما به شدت مجازات میکنیم. و وقتی که یک آدم عادی میگه ما عذاب شدیدی نازل میکنیم، خب این معنی یک معنی میده که خب بر اساس قدرت اون فرد میتونه مجازات بکنه. وقتی رئیس جمهور میگه که ما مجازات میکنیم، خب معنیش اینه که اون قدرتش بیشتره، اون مجازاتش خیلی بیشتره. وقتی خدا میگه ما مجازات میکنیم، اون مجازات هم اشد مجازات، خب این که از تصور ما بیرونه، ما نمیتونیم اون را اصلا درک کنیم که چه مجازات. خلاصه اینکه الان شده اینترنت مصداق کامل هم این ماشاکر و این ماکفورا، همه چیز میتونید ببینید. با یک کلیک میتونید قرآن بشنوید، با یک کلیک میتونید سخنرانی بشنوید، با یک کلیک میتونید احادیث رو ببینید، کتاب های خوب مطالعه کنید، با یک کلیک میتونید اون مظاهر فساد به تمام معنا میتونید ببینید. همه چیز
آن جوله ای ما شاکی و این ما کفورا مزداخ حتی ما شه اینترنت این ده بدون اینترنت هم حتی بعضی هم فرار میکنن اینترنت به خاطر اینکه میاد چون مظاهر فساد داره ما نباید استفاده کنیم و این معنی خلط یه وقتی میاد من خودم وقتی که در ایران بودم این در ذهنم هست الان خیلی یادم هست که یه بحثی بود شاید شما هم مطلع هستید که ویدیو رو ما آزاد کنیم یا آزاد نکنیم یه بحثی بود در مجلس شورای اسلامی هم این بحث رو نمایندگان میگردن ما ویدیو رو آزاد بکنیم یا نکنیم الان این بحث اصلا جوره کهنه هیچ کس این رو بحث نمی کنه هیچ کس نمی کنه جایگوری هم بکنه اون زمان بعضی ها می گفتن که این وقتی که ما ویدیو رو تحریم می کنیم میگیم که استفاده جایز نیست خب متدینی استفاده نمی کنن ولی کسی که دنبال فساد میره اون زمان هم میره اون زمان هم قاچاق می آورد اون نوارها هم می دید خب پس این فیزیکال کنترل این که ما کنترل کنیم و همه جا پلیس بزنیم این اصلا هر معنی نداره و این بحث هست من تو لندن بودم یکی از خانم روسی بود که مسلمان شده بود شیعه شده بود و ازدواج کرده بود با یک آقای آمریکایی واقعا هم یک خانواده عجیبی بودن اینا از حزب الله ما حزب الله تر بودن اینا دعوت کردن یکی از دوستان ما به دکتر بود اونجا در خونش ما رفتیم گفتم ما سوالای زیادی داریم میخوایم در میان بگذاریم صبح ساعت ده شروع کردیم ساعت پنج نماز ما اونجا خوندیم غذا ما اونجا خوردیم از همه سوالاتشون تمام نشده بود خیلی داغ بودن حتی میگفتن ما تو اخبار میبینیم تو اینترنت میبینیم در ایران مثلا در بعضی از شهرها مثلا تهران مثلا بدحجابی هست و اینا اصلا اعتراض میکردن میگفتن چرا حکومت ایران فشار میاره خب در سوالشون این بود خیلی سوال جالب بود میگفتن که مگر در زمان امام علی علیه السلام در کوفه حجاب الزامی بود ما چنین چیزی نداریم در حکومت امام علی علیه السلام که حجاب مثلا الزامی بود حالا این معنی دیگری است که اون خانمای اون زمان حجاب رعایت میکردن و این حق دیگری است ولی از طرف حکومت کسی که حجاب را رعایت نمیکرد مجازات میشد ما چنین روایتی نداریم این خیلی داغ میگفت که چون دولت ایران فشار میاره عملا اکشن عملی داره حالا من این سال عرض میکنم میگه به بچه بگو که اونجا نرو میبین حتما اونجا میده اگه چیزی نمیگید هیچ اونجا نمیده وقتی به بچه میگید اونجا نرو همونجا میره بعضی از آقایون بعضی از یکی از سخنان نقطه سنجی میگفت که اگر خداوند متعال به حضرت آدم ابوالبشر نمیگفت که اون نزد شجره ممنوع نرو ما اینجا نبودیم ما متنعیم به نعمتهای بهشتی بودیم حالا اون خداوند گفت که نرو خب این حس کنجکاوی بشر دیگه حتما میرم در خودی و مجازات شد آمد زمین همه دیگه ما شده زمینی و الا ما عرشی بودیم و متنعیم به نعمت بهشتی بودیم حالا این نکته سنجی حالا حکمتهای خودش حکمتهایی داره که ما نمیفهمیم خیلی از چیزهایی هست که انسان عقلش نمیکشه به همین خاطر ما بعضی از احکام خداوند میگه دو جور احکام ما داریم یک حکم اینه که منصوص العلت علتش مشخصه گفتن مثلا گفتن که شراب ننوشید شراب نوشیدن شراب حرامه چرا علی انه موس کرون این انسان رو بیهوش میکنه وقتی بیهوش شد دیگه معنی نداره که این اصلا خدا است و پیامبر است و قرآن است و هیچ چیز سرش نمیشه میگن که یکی از خلفای ولی عباس یکی از عباد و اون جامعه را خیلی عابد بود خیلی عابد بود دعوت کرده بود عالی من بود گفت که این شب من دلم میخواد شما یکی از این سه تا گناه رو باید انجام بدید و اینا میکوشن این بعضی از سلاطین جان اینجوری بودن هر چی دلش میخواد تست میکردن و غالبا تست میکردن به هر کسی هیچ کسی میشد و تست میکردن گفت نه اینجا باید یکی از این سه تا گناه رو انجام بدید گفت چیه گفت که بعد زنا انجام بدید چندان خالی من همچی تصوری در ذهنم نبود و من عمری گذشته و من از این دور بودم و شد چه حرفی میزنیم من نمیدیم که نمیشه اصلا و خیلی خوب این نمیشه آپشن دوم چیه؟ گفت که خب این یک مؤمن رو باید قتل کنه من اصلا به کسی زخم باری نکرده قتل چیه؟ من اصلا نمیشه از دست من بر نمیاد ولی گفت که بعد انجام بدید گفت آپشن سومش چیه؟ حالا ببینید که نجات پیدا کنیم گفت بنوشید بعد بالا بکشید دیگه بعد شراب بنوشید
این گفت یه لحظه به من وقت بدید من فکر کنم ببین از این سه تا آپشن کدومش میتونه انتخاب کنم، یکی از اینا انتخاب کن نجات پیدا کن وایلا میکشم همینجا. اون آقا خیلی فکر کرد، خیلی فکر کرد، گفت که بله کشتن که از دست من بر نمیاد، اینا هم که ما تا حالا فکرش رو نکردیم، حالا شراب میبشیم دیگه برای نجات خودمون، چند ماهی سر میکشیم دیگه از مرکت به در بیاییم. خلاصه اون گفت که من آپشن سوم رو میپذیرم، اینم احضار کردن و ایشون هم نوشید، وقتی شراب نوشید عقلش تمام شد دیگه. بعد اون سلطان جان گفت که بیاز اینا هم کن زنا هم انجام داد و بعد گفت قتل هم انجام بوده، قتل هم انجام. این است که خداوند متعال میگه شراب چه خرج بده. آدم در اسلام ما داریم که نه تنها شراب نوشیدن حرامه، بلکه نزدیک شراب رفتن هم حرامه. حتی میگن که کمک بکنی به کسی و در این کمک پول هم یا اون پول هم حرامه. این حتی فکرش رو نکنی، شراب اینقدر خبیثه. بعضی از گناه ما داریم طبقه‌بندی شده. خدا رحمت کنه شهید تصدیق را که ایشون کتاب نوشته، کتاب گناهان کبیره. این کتابی که نوشت یکی از جلسات رفته بود، نشسته بود ایشون، اون کسی که انونس میکنه و انونسر رو به اصطلاح ایشون دعوت میکنه از آقای شهید تصدیق بگه که الان صاحب گناهان کبیره میاد خطابت میکنه. گفت من صاحب کتاب گناهان کبیره هم، نه صاحب گناهان کبیره. چرا دعوت میزنی؟ گفته بود حالا این خدا خیلی رحمت کنه شهید تصدیق و ایشون دستبندی کرده گناهان کبیره را و هر گناهش را گفته مجازات چیه؟ مثلا چجوریه؟ ما گناهانی داریم که مجازاتش کمه و قبحش هم کمه طبعا، ولی بعضی از گناهانی هست که قبحش خیلی زیاده. چرا؟ چون اون یک گناه گناهان دیگری را به دنبال داره. وقتی آدم شراب بنوشه دیگه عقلش که زایی شد دیگه معنی نداره که نماز بخونه یا روزه بگیره یا هیچ ازش انتظاری نیست. به این خاطر خیلی تقبیح شده. عرض میخوام بکنم که الان بعضی وقتا شرایط جوری میشه که انسان خودش حفظ بکنه نیروش نداره. یک خداوند نبی یه را مخصوص میکنه که بیاد ایمان خودش حفظ بکنه، الگو بشه در اون زمان. میگه در این شرایط هم میشه ایمان را حفظ کرد. این میشه قرآن میگه که بعد تلک الرسل فضل الله بعضهم على بعض. ما 124,000 انبیا داریم. خدا رحمت کنه آقای شوشتری ایشون در کتاب خصائص الحسینیه نوشته که هر نبی که خبر داشت که زمانی میاد که آخرین پیامبر مبعوث میشه و دعوت میکنه در میان امت خودشون نواده اون پیامبر را بدجوری میکشن و بعد از کشتن اونم خانواده اوشون را اسیر میکنن و مباهات میکنن. در زیارت آشرا ما میخوندیم که این روزیست که بنی امیه تبرک میجن. الان اگر بعضی از کشورهای سنی نشین شما سفر کنید، ما که خیلی میریم کشورهای سنی نشین، ما میریم زیاد میریم، در مجمع اونا هم سخنرانی میکنم من. اونجا بعضی اونا روز آشورا جشن میگیرن، هنوز هم جشن میگیرن. حتی یه بحثی از روزه در روز آشورا، روز عاشورا روزه میگیرن، در ما که روز مکروهه، روز عاشورا نباید ما روزه بگیریم، مکروهه، کراهت شدید هم داره. البته ما از غذای لذیذ و غذاها ما احتراز کنیم در مدتی تا عصری که ما خودمون رو نزدیک کرده باشیم به تشنگان ابا عبدالله، گرسنگان ابا عبدالله، که این حالتی پیدا بشه که حسن آور باشه، آدم خودش یکبار به زحمت بیاندازه که احساس بکنه امروز روز عاشوراست، امروز روز حزنه، امروز روز عزاست. این چیز خوبی است، ولی سنی ها این را روزه میگیرن. روزه چیز امر مبارکی است. روزه گرفتن یا جشن گرفتن، ما ماه مبارک رمضان را جشن میگیریم. ما خداوند توفیق داد که روزه بگیریم. که این روزه میگیرن و تبرک میجویند، میگن این روزه عیده، عید جشن. و این بعضی از احادیث هم تو صحیح بخاری و بعضی از کتب معتبر اونها وارد کردن، گفتن که این روز پیامبر روزه گرفت. و عجیب احادیث میارن که اصلا سندیتش هم اعتبارش نداره. حتی ما میتونیم این را ثابت کنیم. حتی من اخیر یه جزوه نوشتم در مورد این روزه در روز عاشورا. حالا این به درد همون جوامع سنی میخوره. حالا ما ها که میفهمیم روزه گرفتن در روز عاشورا از کجا نشد گیرن. بنی امیه سیاستشون خیلی محکم بود. حالا در هیچ اینا محکم نبودن، در سیاست حد اقل خیلی محکم بودن. معاویه خیلی زرنگ بود. اینقدر زرنگ بود مثل باباش که ابو سفیان بود،
اینا زرنگ بودن. ببین ابو سفیان در جنگ هایی که ما در تاریخ اسلام داریم بودش بیش از 60 جنگ ما داشتیم. اکثر اون جنگ ها، اون جنگ هایی که به خصوص ابتدای اسلام، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ بعضی از این جنگ احزاب اینا که آمدن، این جنگ ها خیلی سرنوشت ساز بود برای اسلام و حتی برای کفر. اینا برای هر دو گروه سرنوشت ساز بود. حتی میگن که زمانی که پیامبر عظیم شأن در مکه بودن اجازه نداشتن مسلمانان که به جهاد برن. اینا یه حکمت بزرگی است و اینو باید ما منتشر کنیم، بفهمانیم به دیگران که اسلام دین جنگ و دین جدال نیست. جنگ و جهاد دو تا معنی مختلف داره. وقتی ما میگیم جنگ یعنی دو گروه هم متخاصم هم همدیگر را نمیپذیرند، این جنگه. ولی وقتی ما جهاد میگیم یک معنی خاصی داره، یک علل خاصی داره، باید احکام خاصی باید مراعات بشه. بدون این نمیتونیم ما جهاد بنامیم. این طالبانی ها و این بعضی از سنی ها که اینا به هر کاری انجام میدن اسمش رو جهاد میذارن، خب این بدنام کردن اسلام را. نمیشه که ما این چیزها را ما اسمش رو جهاد بذاریم. جهاد اسلامی اصلا معنی دیگری داره. حالا از این میفهمیم که مسلمین میآمدن پیش پیامبر به خاطر اذیت هایی که متحمل میشدن از طرف کفار، میآمدن میگفتن که چرا به ما اجازه نمیدید ما بجنگیم علیه کفار، ما خسته شدیم از این حالا. اونا آمدن توطئه چیدن علیه ما صبر کردیم. اونا آمدن بردگان ما را کشتن، بردگانی که تازه مسلمان شده بودن اونا را کشتن، ما تحمل کردیم. اونا آمدن حتی سانکشنز علیه ما چیز سانکشنز تحریم اقتصادی کردن. سه سال ما جدای از جامعه مکه ما به سر بردیم در شهر ابی طالب، ما صبر کردیم. حالا ما چرا اجازه پیدا نمی‌کنیم که بریم علیه اونا جنگ کنیم؟ بذار ما کشته بشیم یا پیروز بشیم، بالاخره اجازه بده. پیامبر گفت نه، من اجازه ندارم از طرف خدا که شما برید جهاد کنید. چرا؟ میگن یکی از حکمت‌هایی که پیامبر در مکه اذن نداد که مسلمین علیه کفار جهاد کنن این است که هنوز مسلمین دست پرورده نشدن، تربیت اسلامی نیافتن. اگر وقت اذن میداد اونا جنگ میکردن ولی جهاد اسلامی انجام نمیدادن. این است که ما خیلی مهم است که آدم بره جهاد. همین که جیبهای ما این ما میریم اونجا، افراد مختلف رفتن با نیتهای مختلف، ولی کسانی که با نیت خالص رفتن خب اونا جهادشون با کسانی که با نیتهای دیگری رفتن خیلی فرق میکنه. ما نمیتونیم همه رو یکسان بگذاریم. ما اینکه در روایت داریم ایمان ابوذر و ایمان حضرت سلمان فرق میکنه، معنیش همینه، نیتها فرق میکنه. معنیش همینه که منزلتها اعتبارشون بالا، فهمشون بالا، ایمانشون قوی‌تره. به همین خاطر در روایتی هست از سلمان و منا اهل البیت، جناب آقای سلمان از جزء اهل بیته. خب این اعزاز به هیچ کس از اصحاب پیامبر اعطا نشد، به هیچ کس. و این چه حکمتی است خدا میدونه. و این چه ایمان قویی داشت حضرت سلمان، این واقعا این رو نشون میده. یکی از روایت ها ما خوندیم نوشتن که یک سوال را از دو تا ائمه، یک امام یک سوال را از دو نفر از اصحاب پیامبر سوال کردن. هر دو نفر خیلی اعتبار بالایی داشتن میان اصحاب. یکی جابر بن عبدالله انصاری که اولین زائر قبر امام حسین هم است و پیرترین اصحاب پیامبر، خیلی پیر بود از زمان پیامبر تا زمان امام باقر علیه السلام زنده بود و سلام پیامبر را به امام پنجم رسان، این قد پیر بود. از ایشون سوال کرد امام علی علیه السلام، گفت که میخواید منزلت خودت را، جای خودت را در بهشت بدونی؟ گفت که من مشتاقم، میخوام بدونم من کجای بهشت قرار میگیرم. عزیزان اینو میخوام در پرانتز میخوام عرض کنم، میدونم من این وقتمون ما قریب دیرتر قسم ما میکنیم یا پنچی دفعه اضافه بگیریم مشکلی نیست؟ نه مشکلی نیست.
رفتن به بهشت کار خیلی سختی نیست به خصوص برای ما شیعه ها و این با ما با تمام اون افرادی من عرض میکنم شیعه ها باید برن به بهشت اگر ما نریم اختبال آقای قلاتیشو میگفت که هرچی ما بدیم ولی خداوند بندگانی بهتر از ما نداره ما بدیم ما درست ما عبادت خوبی انجام نمیدیم نیات ما خیلی خوب نیست ولی خداوند هم بندگانی بهتر از ما نداره خب ما اگر بهشت بریم کی میره پس بهشت این بهشت خدا ساخته برای کی ما حتما میریم به بهشت این رو ما با اعتقاد کامل میگیم این رو روایت داریم ما این همه نوازت داریم به خصوص من بکا او ابکا او تباکا و جبت او جنه کسی که گریه کند یا بگریاند یا حتی حالت گریه به خود بگیرد و جبت او جنه این هم اغراق نیست مبالغه هم نیست این که حقیقته ولی در کجای بهش قرار میگیریم این خیلی معنی مهم نیست تو اگه با نیت خالص باشه بله 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 طبعا همه چیز مربوط به نیت ما نماز میخونیم یه نفر نیت که برای اینکه ورزش بشه نماز بخونه اصلا نماز نیست روز قیامت بره آدم یه وقت حتی ریاضاری آدم کسی نماز بخونه روز قیامت وقتی بره اجرش را سوال بکنه میگن که شما برای کی نماز خوندید؟ برید از خودش اجر بگیرید خب این طبعا این فهمیده شده است ولی کسی که با نیت خالص گریه کرده و این هم به بحث مفصل است انشاءالله یه وقت دیگه من این بحث را دوباره خواهم کرد این اصلا گریه کردن اصلا معنیش چیه وقتی گریه میکنه چه حالتی به خود میگیره چه جور آدم متحول میشه و وقتی تو متحول شد خب طبعا معنیش اینه که به بهش بره دیگه خب بدون این اصلا امکان نداره خب این معنی دیگه نیست یه بحث مفصل است من اینجا میخوام عرض بکنم به رفتن به بهش خود خیلی کمال نیست چیز مهم نیست ما یک روایت داریم که تمام بچه ها هنوز که به سن بلوغ نرسیدن میرن به بهش ما روایت محکم داریم کسانی که به سن بلوغ نرسیدن میرن به بهشت و کسانی که دیوانه و خود بودن در این دنیا میرن به بهشت و چون اونا مسئولیتی ندارن حرام و حلال یا اونا نیست حالا تصور بکنید شما منتال هاسپیتال برید یکی از این هاسپیتال ها برید دو ساعت اونجا بگذارید چشون میتونید بگذارید اونجا یا اینکه همه بچه ها جمع هم شما میرید دو ساعت اونجا بگذارید خب نمیتونید شما یه سنخیت میخواهید شما مثل خودت رو میخواهید که زندگی را اداره بکنید نمیشه شما برید بین دیوانه ها ساعت اونجا بشینید نمیتونید تحمل کنید حالا تصور کنید ما بریم بهشت همون منزلت که دیوانه ها دارن ما هم اونجا باشیم خب این یکی دو روز که نیست که ما میگه بهشت جاودانه است ابدی است خلود داره اونجا یعنی همیشگی است خب ما اونجا همیشه با دیوانه ها باشیم یا همیشه با بچه ها باشیم خب این که معنی نداره این که فایده نداره حالا یه بهشت دیداری ما به جنات و عدن تجری من تحت الانهار ما تو قرآن هم هست مثل همینجا در بنگلور ببینید شما یه جایی هست که اسلام بگید از اون یک سندرا یا علم دلم که اونجا آفا رفتی یا نرفتی خب خیلی اسلام بگید اونجا مشکلاتی هست که اصلا نمیشه الان تحمل بکنه حالا ما زیادن بوق میزنن اصلا هر یه قانونی زیاده اونجا گاهی وقتا برای سر یه چیز کوچیکی دعوا رو میان رازن خب اونجا نمیشه آدم بده زمین زمینه دیگه اونم زمینه زمینی که اصلا بالا شهر اونم زمینه زمین فرق نمیکنه یعنی بالا شهر قیمتش بالاست و پایین شهر قیمتش پایینه خب نه به خاطر اون زمینش نه اینکه چه بسا بعضی از شهرها بالا شهر زمین خیلی بدتر باشه نسبت به پایین شهرش این قیمت ها سنجیده میشه به خاطر اون جبری که اونجا حاکمه آدم هایی که اونجا زندگی میکنن این همسایه هایی که اونجا هستن به خاطر اون زمین قیمت های زمین یا قیمت های خونه ها میره بالا باید همین خیشت و همین سیمان و همین چیزه اونجا همون ساختن یا همون ساختن ممکن یه ذره بالا پایین باشه ولی قیمتش که بالا پایین میاد به خاطر اون مهمان اون همسایه ها اون کسانی که اونجا زندگی میکنن شرایط زندگی که اونجا مهیا شده است به خاطر این قیمتا بالا میره این جنت و عدن این بهترین جای بهشته عدن این جنت و عدن بهترین جای بهشته اونجا بوق ممنوعه اونجا نمیشه بعضی تو این میبینید اینجا نویسن پشت اون ماشینا ساوند هارن پلیز ساوند هارن اینو میگن که بوق بزنید بعد اکثر کشورا رو می‌بینیم اونجا که بوق نزنه بوق زدن اصلا جرمانه داره اونجا جریمه داره اینجا میگن بوق بزنید تو این کورا و کرال بشنم برم کلا این نمیدونم چجوری آمد و این بعد چیزه
بعد تحصیل بشم که هند وقتی داره پیشرفت میکنه میاد جلوتر میره مثلا میگن که آینده مال هند و برزیل و مال ترکیه و چین و اینا هست و چین خوب رفته الان خیلی بالا آمده همه جا میرید چیز چینی اصلا پیدا هست همه جا من اصلا دستیدیز رفتم اونجا مال چینی هست مثلا تو امریکا هم بیرید مال چین همه جا چین چین اصلا آمد بالا دیگه الان کسان آینده مال برزیل و هند و ترکیه میگن اینا حالا این بعد داره بعد دست کنن اینا که چرا نویشتن پلیس آن هان چرا گاوا باید آزاد باشن اینقدر بیان تو خیابون ها ولی از زمان خودش یک بحث مفصل است من بیشتری تحقیق کردم یه وقت دیگر در کار انشاء الله در میان شما میگذاریم من میخوام عرض بکنم که جنات و عدن اون بهترین جای بهشته اونجا اصلا اینجور چیزها معنا نداره اونجا میگن ما یکی از دعاهایی که برای مظلومین ما انجام میدیم در مراسم های اینجا اگر شما رفته باشید اونجا دعا میگن خواهی خدا مظلوم ما را کسی که اینجا خود کرده این را به جوار عین مظلومین جای نهد کنم اینا یه جایی بده در جوار عین مظلومین یعنی در همسایگی عین مظلومین جا بده یعنی همون جنات و عدنه اونجا باید ائمه هستند و انبیا هستند و شهدا هستند و صدیقون و صدیقین و اولیا و از اون بالا بالا هستند و اونجا رفتن به اونجا خیلی باید کار کنه همینطوری که نمیشه چیز مفتکی نه در اینجا گیر میاد نه اونجا اگر عوض اینجا گیر آمد ولی اونجا که اصلا خبر نداره اونجا دیجیتال هم فوق دیجیتاله اصلا محاسبش خیلی دقیقه مفتکی و هیچ چیزی گیر نمیاد اینجا هر چی ما انجام دادیم اونجا ما جامون به تناسب همون اعمال ما گیرمون میاد ما خیلی از بحث جدا نشیم میخوام عرض بکنم که بهشت برای ما واجبه ما حتما میریم بهشت ولی ما باید سعی کنیم که بهترین جای بهشت ما برای خودمون رزرو بکنیم همینجا برای همین ما باید بیاییم درس بگیریم از حسین درس بگیریم از کربلا درس بگیریم از این روز عاشورا از این چیزا این گرد همایی هایی که ما داریم این مجالسی که ما داریم به خاطر همین است که ما اصلا بفهمیم که چه کار ما داریم چه مسئولیت های برگردن ما هست و این هم که مسئولیت ما که کاری که انجام میدیم فکر نکنیم که ما داریم یک کاری انجام میدیم برای کسی یا برای امام حسین یا برای کسی بعضی روز خانه نمیگن که ما وقتی گریه میکنیم اینا حضرت زهرا خوشحال میشن به خاطر اینکه حضرت زهرا خوشحال بشه ما گریه کنیم حالا ممکن این هر روز باشه ولی ما اگر بسنجیم خودمون را ما خودمون را نمیشه گول بزنیم خودمون را ما برای کسی حضرت زهرا و امام حسین بالاتر از این حرفا هستند ما محتاج ما که نیستن اونا محتاج اعمال ما که نیستن ما برای کسی کاری انجام نمیدیم آنچه که ما انجام میدیم برای خودمون است ما خودمون وقتی ما میایم اینجا خودمون متحول میشیم عوض میشیم میفهمیم معنی زندگی چیه میفهمیم معنی جامعه چیه میفهمیم جامعه کجا باید بره میفهمیم فرد چه تکلیفی برش آیده میفهمیم که آینده ما به چی وابسته است میفهمیم که ما چه مسئولیت هایی در گردن ماست وقتی ما اینو میفهمیم احساس میکنیم و این سعی میکنیم وقتی بیرون میریم سعی میکنیم بر اساس همون مسئولیت ها اعمالمون را تنظیم کنیم انجام بدیم و طبعا سعادت ما بر همین وابسته است سوالو دو نفر چی شد بله چی اون دو نفر که گفتن همزمان یک سوال ازشون پرسید بله اینا اومدن دو نفر سوال کردن من مرتبه اون اصحاب را می‌خواستم بگم حالا چون به خاطر ما هی ساعت ها رو می‌بینیم ما به خاطر اون چیزا وقت ما وقتی یکی از بزرگان میگفت که وقتی که من میرم برای سخنرانی موقع شروعش مشخصه ولی موقع اختتامش مشخص نیست این معلوم نیست که کی ختم بشه حالا ما جزء اونا نشیم دو تا بزرگوار آمدن از اصحاب بزرگ پیامبر بودن امام علی از اونا سوال کرد میخواید بدونید بهشت کجای بهشت شما جا قرار میگیرید کجا جا میدن بهتون جابر بن عبدالله انصاری گفت بله من میخوام بدونم امام یه اشاره کرد و یه معجزه کرد و جمع چشم جابر بن عبدالله انصاری بهشت معین روشن شد و عیان شد این دید جای شما خیلی هم خوشحال شد که همچین جایی برای من در بهشت در نظر گرفتن امام پرسید میخواید برید؟ گفت بله اگر این کار نشد همین الان میخوام برم اینه که ما برای مرد آماده نیستیم بخاطر که ما نمیدونیم چه چیزهایی اونجا داریم ما به همین چیزهایی که ما داریم که خیلی داریم اینجا وابسته میشیم به اینجا و روایت ما داریم که وقتی اگر ما بدونیم که چه نعمتی در انتظار ماست ما همه دعا میکنیم که همین الان بگیریم
ما چرا حاضر به مردن نیستیم؟ به خاطر اینکه وابسته شدید ما داریم به همین چیزهایی که ما اینجا داریم. فکر میکنیم که اونجا بهتر از این چیزا نیست و این اشتباه میکنیم. به هر حال آقای جابر ابن عبدالله انصاری خیلی اشتیاق داشت، گفت میخوام برم. خب این از یکی از اصحاب بود و همین سؤال اتفاقا حضرت علی علیه السلام از سلمان فارسی هم پرسید و آقای سلمان گفت که بله میخوام بدونم که من کجای بهشت قرار میگیرم. وقتی که ایشون داد بهشت جای آقای سلمان رو کجا هستید، ایشون گفت خیلی جای خوبی است، ماشاءالله جای خوبی است، ما نمیدونیم اینقدر جای خوب به ما میدن. امام پرسید میخوای بری اونجا؟ این مکسی کرد، این نگاهی به امام کرد، گفت که بدون شما نه، میخوام برم اونجا ولی نه بدون شما. وقتی شما هم برید من میرم، من جوار شما را رها کنم برم اونجا. اصلا بهش اصلا برای من معنا نداره. این است که ما دو تا تفکر، دو تا بزرگوار هم، دو تا هم خیلی محترم هم، دو تا هم خیلی بزرگوار بودن، ولی فرقشون این است، یکی معرفت امام را میفهمه و با بهشت هم سودا نمیکنه، یکی معرفت امام را میفهمه ولی وقتی چیزی بهشت را میبینه فکر میکنه به برتر از معرفت امامه. این است که ما بین اشخاص اصحاب پیامبر فرق میذاریم. هر کس مثل هم نمیشه. ابوذر و سلمان یکی نیست، ایمانشون فرق میکنه. جابر بن عبدالله انصاری ما اینکه ما این همه احترام براش قائلیم ولی سلمان نمیشه. سلمان سلمانه. به همین خاطر پیامبر گفتن از سلمان و منا اهل البیت. این جزء اهل بیته. خب این جزء اهل بیت معنی است که اصل به اصولی ما نمیتونیم بفهمیم و این قرنها باید بگذره که این اشخاص رو ما بفهمیم تا ما خودمون رو بالا نبریم از نظر سطح فکری، نمیتونیم این اشخاص را درک کنیم، بفهمیم. پس ما باید خودمون را، سطح فکرمون را باید ببریم بالا تا بتونیم بفهمیم سلمان یعنی چی، سلمان جزء کدوم هاست، این منا اهل البیت یعنی چی. ما اینا را بفهمیم، اینا را باید ما درک کنیم و این خیلی زمان میبره. و اینکه ما خود این واقع عاشورا را و اشخاصی که اونجا بودن و افرادی که با امام همراهی کردن و جانشون را بازی کردن، این را با بفهمیم خودش خیلی هنر کرده. خیلی ها ما میاییم اینجا گریه میکنیم، یادی از اونها میکنیم و فوقش اینه که ما میگیم که فدای شما هستیم و اگر ما اونجا بودیم ما هم جان ما را ما نثار میکردیم و اگر ما بودیم و ما هم در رکاب شما ما جنگ میکردیم و جان ما را فدا میکردیم میگیم. ولی آیا وقتی که اون هنگام میاد و اون وقت پیش میاد ما خودمون را ثابت قدم میتونیم بداریم؟ خب این حرف بزرگی است و میتونیم ما در زندگی روزمرهمون و کارهایی که ما انجام میدیم میتونیم بسنجیم خودمون را و وقتهایی که پیش میاد یا کاری که پیش میاد در اون کار گاهی وقتا ما ملاحظه خدا را انجام میدیم یا نمیدیم یا نفس خودمون را شامل اون میکنیم. خب همونجا میتونیم ما بفهمیم که ما میتونیم جزء اصحاب امام حسین در کربلا میتونیم باشیم یا نتونیم باشیم. انشاءالله وقتهای دیگر انشاءالله من میخوام عرض کنم که اصحاب به امام حسین علیه السلام روز عاشورا چه جور اصحابی بودن، چه جور اشخاصی بودن و چه فکرهایی را داشتن، چرا امام اینها را از میان انسان‌های متعدد انتخاب کرد، همه را گفت که شما برید، من نمیخوام شما اینجا باشید و فقط همین‌ها را، همین جزء معدودی را انتخاب کرد و همین‌ها را بسنده کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی بزرگی حسین. چند دقیقه میخوام یکی از روزه‌های خیلی معروف که متعلق به دو تا بچه های حضرت زینب چند دقیقی مصدر عباد شریف شما داشتم. ماشاءالله ما مادران ما هم اینجا حضور دارن، به خصوص مادران که بچه شون کشیده شون کوچیک هستن، اونها این معنا را بهتر درک میکنن. میگن که انبیا صابر بودند، صبر میکردند، صبرشون زیاد بود. صبر حضرت ایوب معروفه که حضرت ایوب خیلی صابر بود، ولی ما در کربلا داریم افراد
که نه تنها در مقابل شدائد و مصیبت ها صبر می کردن، بلکه علاوه بر صبر سجده شکر هم به جای می آوردن. این است که دو تا بچه باش حضرت زینب وقتی امام حسین علیه السلام از مکه خارج شد و عبدالله شوهر حضرت زینب آمد و گفت شما نرید و خیلی سعی کرد که امام را منع کند از رفتن به کوفه، ولی امام اصرار ورزید و امام گفت که نه من باید برم و این تکلیفی است که من باید ادا کنم و نمی شود که من این سفر را معطل کنم. و بعد از اون دو تا بچه ها را هم را آورده بود، عبدالله شوهر حضرت زینب دو تا بچه ها را آورده بود، یکیش آمون بود و یکی محمد. دو تا بچه 8 ساله و 9 ساله یا بعضی از روایت میگن 8 ساله و 7 ساله، دو تا بچه کوچولو بودن و گفت یکی را از طرف من هدیه است و یکی از طرف حضرت زینب. این هر دو بزرگوار میخوان هدیه داشته باشن که برای اسلام اینها جانشون را نثار کنند و اسلام را زنده کنند. و تاریخ نوشته شده است که وقتی عصر عاشورا این دو تا بچه آمدن پیش امام حسین علیه السلام و گفتن یا ابا عبدالله تو امام وقتی باید اسم بدی که ما باید بریم جهاد، ما نمیتونیم ببینیم یکی پس از دیگری کشته میشود و ما زنده بمونیم. این دو تا بچه کوچولو بودن ولی حوصله هاشون اینقدر بزرگ بود که نمیتونستن تحمل کنن که دشمن بیاد که یکی از جوانهای ما را بکوشن، یکی پس از دیگری کشته بشن و اینها زنده بمونن. آمدن اجازه خواستن، امام گریه کرد گفت که شما کوچیک هستید، شما برید باید پیش مادر باید بمونید. و گفت که نه، تو مادر ما ماها را آماده کرده و گفته که ما باید بریم جهاد و باید بریم خودمون را نثار کنیم، خودمون را فدا کنیم برای احیای اسلام. امام هر دوشون را بغل کرد و خیلی گریه کرد. بعد بیدار کرد، این تاریخ نوشته شده که اینها یک جنگی کردن که تاریخ اصلا نظیر شاه ننوشته. دو تا بچه کوچولو بیان در کربلا در میدان که در مقابل اون هزاران نفر لشکر و همه آماده کشتنن و در میان این لشکر این دو تا بزرگوار بیان و یک شجاعتی از خودشون بروز بدن که تاریخ این نظیرش نداره. بعد از این که اینها جنگ رو این جهاد را انجام دادن و شجاعتی را ارائه کردن، بالاخره اینها تشنه بودن و اینها گرسنه بودن و تا چه حد میتونن اینها مقابله کنن؟ بالاخره اینها میوفتن داد میزنن یا الله ادرکنی، پدر من برس، یا ابا عبدالله. ابا عبدالله میاد، حسین میاد، سر این دوتا بچه ها رو میگیره، این بدن اینها رو میبره کنار خیمگاه میبره. همه انتظار دارن مثل شهدای سابق که هر شهیدی رو می آوردن اون خانم متعلق به اون شهید می رفت و گریه می کرد، های های گریه می کرد. همچی وضعی در کربلا به وجود می آمد، همه انتظار دارن که زینب کبرا بیاد گریه کنه برای بچه ها، ولی همه دیدن که زینب نه تنها گریه نکرد، آمد کنار بدن این بدنهای این نازنین، آمد مصلا را پهن کرد، دو رکعت نماز شکر ادا کرد، دستها را بلند کرد، گفت ای خدا این قربانی قلیل را، این قربانی کوچیک را از زینب قبول بفرما. السلام علی الحسین
نفس رو هم میشن. اللهم صل على یه فکری به خاطر این دل هر جایی به
I'm gonna make you mine.
Oh,
دورش گردد یه نانجیبی اومد دست گرد موهای قاسم میخواد سر آسن جوره بیخ بخواهی دیری باشی من نمیتونم رو بزه بخونم Amen.